فشار سیستم هیدرولیک رو کنترل نتونی بکنی یه همچین اتفاقی میفته میتره که سیستمت به معنای واقعی کلمه با یه قطعه میخوایم جلوشو بگیریم سلام یاسین نجفی هم بریم با ریلی فلوا شروع کنیم یه سریالی و قسمت اولشو داری میبینی شیرای کنترل فشار که اصلا معنا میده به انواع و اقسام سیستم های هیدرولیک الان قراره با این شیر شروع کنیم خوب به شکل و شمایلش نگاه کن توی هر سیستم هیدرولیکی بی برو برگرد سیستم های پروپشنال سیستم های معمولی بیل مکانیکی لودر و کلن ماشینالاتی که سیستم های هیدرولیک پیچیده دارن هم یه دونه ریلیف توشون داریم رلیف ولو یا فشار شکن به معنای واقعی کلمه کنترل نمیکنه فشارو قشنگ میشکونه برامون حالا یعنی چی؟ بریم یک صحبتی داشته باشیم راجع به این سیستم ما یه پمپ هیدرولیک داریم تو این مدار که تشکیل شده از یه دونه پمپ هیدرولیک یه دونه شیر کنترل جد و یه دونه جک خیلی ساده بهتون بگم پمپ هیدرولیک من که اون پایین داره برای خودش کار میکنه روش خورده 300 بار کیلوگرم بر سانتی متر مربع مکعب حالا هرچی داره به من میگه 300 بار آقا رو من حساب کنی یعنی چی یعنی پمپ ما استارت کنیم وست کنیم به جک 300 بار فشار برامون تولید میکنه ما که همچین چیزی اصلا نداریم اینجا میایم یک معنی رو ما دوباره تکرار میکنیم که خیلی توی ویدیوها گفتیم نگاه کنید پمپ هیدرولیک من تا مقاومتی جلوش نباشه تا مسیر بسته ای نباشه جلوش این مقاومت معنا میده و 300 بار فشار به اصطلاح خیلی مختصر میتونه تحمل کنه خب این 300 بار فشار تا زمانی که جلوش باز باشه ما هیچ فشاری نداریم زمانی که میاد پشت شیر کنترل جهت مثلا وسط بسته ای من قرار میگیره به معنا میرسه و میشه فشارش ده بار 20 بار که ایجه فشار نگاه کن همینطوری داره میره بالا و به فشارهای بالاتر میرسه زمانی که یک مقاومتی جلوش به وجود میاد این مقاومت دلیل به وجود آمدن فشار و افزایش فشاره حالا شیر فشار برای من چیکار میکنه اگه نباشه که این اول ویدیو که دیدی میتره که عملگر من یا شیلنگ هیدرولیک من که اومده از پمپ وز شده به یک مدار بسته ای که بین شیر کنترل فشار ندارم یا پمپ کاسه نمدش میزنه بیرون یا شیلنگ میتره که یا یکی از این دو حالت اتفاق نیفته یه قطعه ای آسیب میبینه چون اون 300 باری که پمپ من قابلیت تحمل اون فشار رو داره بیشتر شده شده 400 بار پس خراب میشه میایم بین را یه دونه شیر میذاریم همیشه بغل پمپمون یه شیر برای حفاظت از انواع و اقسام سیستما مغز فرمان من یعنی بلوک و پمپ من این شیر کار میکن بهش میگن رلیف ولد یه پورت ورود داره جایگاهش رو تو مدار نگاه کن اومده کنار پمپ ایدرولی که من قرار گرفته نکته اصلی همینجاست سر راه پمپ نیست انشعابی از پمپ به این وصل میشه یک پورت خوب به این نگاه کن یک پورت از پمپ رسیده به ورودی این فشار شکن اوکی ولی پمپ ما همزمان همونطوری که میبینی پورت اصلیش وصل شده به شیر من یعنی یک انشعابی گرفته شده از این به شیر فشار شکن من یک پورت دیگه تخلیه به تانک داره اوکی یک پورتش هم وصل شده به همون مسیری که منجر میشه به شیر کنترل جهت من اوکی پس در واقع توی مسیر نه مستقیم بین مثلا میگم پمپ و شیر من قرار بگیره انشعابی از این دوتا بس شده به شیر کنترل فشار من حالا چطوری این کار برای ما انجام میده تشکیل شده از یه دونه اسپول انواع و اقسام داره دیگه ولی خب بیسیک کار همینیه که دارید میبینید یه دونه اسپول بزرگ داره و تقریبا یک پورتی و یک فنری که قسمت اصلی این فشار شکن من رو داره تشکیل میده زمانی که من فلکه بالاشو تنظیم میکنم به صورت دستی فنر من جمع میشه یعنی چی؟ یعنی اون عددی که تنظیم شده فشار شکن من متغیر میشه میرسه به 300 بار 200 بار 100 بار پنجاه بار هرچی روی هر عددی که تنظیم بشه زمانی که روغن من میرسه به پشت یک مسیر بسته ای مثلا همین شیر وسط بسته ای که توی مدار ما میتونه قرار بگیره یک پرتشم هم وضع شده به فشار شکن درسته زمانی که فشاری که به فنر اصلی من داره میاد به عدد تنظیمی فشار شکن من برسه یعنی همون پنجاه بار مسیر باز میشه آیا کل مسیر باز میشه؟ نه طبق عددی که ما تنظیم کردیم روی فشار شکن یک پورتی که تخلیه به تانک شده و پورت آوت یا خروجی داره تخلیه شده به تانک زمانی که به فشار پنجاه بار میرسه میشه پنجاه و پنج بار پنج بار اضافه توسط جریان و به شکل روغن برگشتی داره تخلیه میشه توی تانک یعنی فشار شکن من تازه باز شد یعنی یه چیزی حالت نرمالی کلوزی که زمانی که فرمان میگیره به فشار مد نظر من رسید تخلیه میشه تو تانک در واقع این شیر به ما این امکانو میده که فشار مد نظر رو تأمین کنیم فشار سیستم ما نه روی پمپ نه روی شیر کنترل جهت من نه روی جک من مثل این مدار عدد تنظیمی فشار شکن داره فشار سیستم منو نشون میده یعنی من اگه اینو تنظیم کرده باشم روی 100 بار شما پمپ پیستونی داشته باشی پمپ کارتریجی پمپ دنده ای امکان نداره فشار از 100 بار بالاتر بره حالا پمپت هزار بار درست کنه سه هزار بار درست کنه یا 20 بار درست کنه کمترین حالت اگه به فشار تنظیمی فشار شکن نرسی که عدد همونه زمانی که برسه به صد باری که من روی فشار شکنم تنظیم کردم همون صد بار ثابت میمونه یعنی معنای فشار توسط رلیف ولو یا فشار شکن من داره تنظیم میشه مدلای مختلفی داره یه نگاه به این بکن به این میگن یک فشار شکن ای یا بلوکی ایستاده خیلی رایجه به صورت دستی فشار تنظیم میکنه انقدر این سیستم واجبه که روی هر بلوک و هر مداری باید باشه نگاه کن روی بلوک هم سوار شده یه بلوک دو طبقه سه طبقه چهار طبقه فشار شکن دار فرقی نداره تکیش هم میشه به این صورت یه دونه شیر کنترل جهت الان توی همین مدار قرار گرفته پشتش با همین کارتریجی که میبینید فشار شکن داره تنظیم میکنه باید باشه رو هر سیستمی پس به صورت ایستاده قرار میگیره به صورت این شکلی روی بلوک زیرشیری من قرار میگیره یا میتونه به صورت برقی بلوکی هم باشه برقی بلوکیش چطوریه؟ همین هم شکل داره منتها زمانی که ما به عدد تنظیمیمون میرسیم فرمان برقی داده میشه که مسیر رو باز میکنه دیگه با دست تنظیمش نمیکنیم جریان برقی که در وسط تابلو برق به این دادیم توی اون فشار یک سویچ میده و مسیر روغن رو باز میکنه این میشه به صورت برقی به صورت دستی ایستاده خوابیده، بلوکی همه این مدل یه کار رو برای ما انجام میده و فشار سیستم ما رو تنظیم میکنه یه سیستم دیگه بد نشون بدم نگاه کن زمانی که پمپ استارت میخوره و میاد یک مقاومتی سر راهش قرار میگیره و کم کم این مقاومت بیشتر از توان تحمل پمپ و سیستم من میشه خیلی اوقات ممکنه به توان تحمل پمپم نرسه برای اینکه پمپ من سالم بمونه نگاه کن شیلنگ من خورده 200 بار 100 بار ولی پمپ من 300 باره پس میایم شیلنگ رو کمتر در نظر میگیریم که اگه یه زمان فشار شکن عمل نکرد یا اشتباه بسته شد دیگه پمپ من خراب نشه شیلنگ میترکه یه شیلنگ رو عوض میکنی پمپ سالمی داری که حالا خسارت تو شده یه شیلنگ 200000 تومانی اوکی این دلیلم هم داره که ما میایم شیلنگ استفاده میکنیم تو سیستم اما بهترین کار اینه که ما محاسبات درستی رفته باشیم بعد بیایم فشار شکن رو انتخاب کنیم طبیعتا بعد پمپ هیدرولیک یه دونه رلیف باید داشته باشیم ما که این کارو به بهترین شکل برامون انجام بده خیلی خلاصه وار چک کنیم روغنی که میرسه به <تصفح> یک مقاومتی زمانی که فشارش داره میره بالا میره بالا میره بالا تا به عدد تنظیمی فشارش کم برسه فشار شکن فنرش فشرده شده تا عدد تنظیمی ما اضافش توسط پورت خروجی فشار شکن تخلیه میشه تو تانک و روغنی که ما داریم به سمت سیستم داره میره همون صد باریه که فشار شکن تعبیه شده براش به همین راحتی فشار رو برامون تنظیم میکنه اما ردیوسیم ما وقتی رلیف توی مدارمون داریم یعنی چی؟ یعنی اگه سه تا جک داشته باشیم امکان نداره این سه تا جک هر کدوم خطوط بالای 100 بار داشته باشن چون ریلیف ما اومده روی 100 بار تنظیم شده و مفهوم همه سیستم من همون 100 باریه که میبینی چون اجازه نمیده فشار سیستم از 100 بار بره بالاتر خب اگه ما دلمون بخواد یک خطوطی داشته باشیم یکی از جکام 300 بار داشته باشه چی؟ خب ریلیف اجازه بهش نمیده یا مثلا بخوام یکی از سیستم های من پنجاه بار فشار داشته باشه میام از چی استفاده میکنم چه قطعی باید این کار رو برای من انجام بده تک مدار واسه من بیاد روی پنجاه بار تنظیم کنه همون خطی رو که من در نظر گرفتم و بیاد بکنه پنجاه بار نه همه یه سیستم و ریلیف اینطوریه دیگه روغن بر میگرده من نمیدونم چی آقا همون صد باری که من تنظیم کردم و باید بده اما یه قطعه احتیاج داریم که یک خط برای من تنظیم کنه بهش میگن ردیوسینگ ول